أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برادران عزيز خواهران مهربان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باقي از دیگر برنامه های اسما و صفات الله سبحانه و تعالی خوش آمدید. امروز درس سیوم هست. در این درس اسم الله اسم اعظم هست و را مورد بررسی قرار میدیم. دیدگاه علمایی است که اسم اعظم الله هست و 11 دلیل پیشنهاد میکنند که بنابر 11 دلیل احتمال بسیار زیاد داره که اسم اعظم اسم الله باشه. دلیل اول، چون تمام دعاها که در قرآن عظیم شان هسته و در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله هسته با اللهم شروع میشه. اللهم در حقیقت یا الله هسته. دلیل دوم، 2692 بار یا 2697 بار در قرآن عظیم شان اسم الله آمده. و دلیل سوم، 33 سوره قرآن عظیم شان با اسم الله شروع میشه. دلیل چهارم، تمام اسما و صفات الله سبحانه و تعالی در حقیقت الله را معرفی میکنه. الرحمن الله را معرفی میکنه، الرحیم الله را معرفی میکنه، الغفور الله را معرفی میکنه، الغفار الله را معرفی میکنه. اسم الله اسم ذات هست. تمام صفات دیگه در حقیقت معرفی الله سبحانه و تعالی هست. و دلیل پنجم، قرآن عظیم شان با اسم الله شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل ششم، که قرآن عظیم شان با اسم الله خاتمه پیدا میکنه، الله الناس، الله که راجع میشه بر الله سبحانه و تعالی. دلیل هفتم، اسم الله تلفظش بسیار آسان هسته. آدم میتونه بسیار به آسانی اسم الله را تلفظ بکنه. حتی کسایی که در بستر مریضی هستند هیچ کلمه دیگر نمیتونن با آسانی تلفظ بکنن، اما اسم الله را میتونن با آسانی تلفظ بکنن، چون بر لب و زبان فشار زیاد وارد نمیشه. هشتم، اگر الف لام حذف شوه از الهه باز هم لهو میمانه، که یک تفسیر عارفانه هسته و دیدگاه عارفانه هسته که هر اسمی را که الف لام ازش حذف بکنی در او یک تغییرات میه. مثلا اگر از الله الف لام حذف شوه باز هم لهو میمانه، اگر لام حذف شوه هو میمانه. و دلیل نهم، حرف ندا بالای هر اسمی که استفاده شوه یا در خود اسم تغییرات میاره. مثلا یک نفر نمیتونه بگویه یا الرحمن یا الرحیم، باید الف لام حذف شوه. وقتی که حرف ندا میه الف لام حذف میشه، اما در اسم الله سبحانه و تعالی یا الله گفته میشه. این دلیل نهم هست که علما فکر میکنن که اسم اعظم اسم الله هست، به خاطر زیبایی هایی که در خود اسم الله وجود داره گفته شد. دهم، کلمه نجات لا اله الا الله محمد رسول الله، که انسان از آتش جهنم نجات میده و دروازه رحمت الله سبحانه و تعالی را برش باز میسازه. ای هم در خود کلمه توحید یا کلمه نجات در اوجه هم الله اسم الله استفاده شده. و دلیل یازدهم، که بهترین نام ها نزد الله سبحانه و تعالی عبدالله و عبدالرحمن هسته، که انشالله در پروگرام بعدی اسم الرحمن سرش صحبت میکنیم. 11 دلیل علما پیشنهاد میکنن که نشان میده اسم اعظم اسم الله هسته. اما درس های رکزی صحبت میگیریم چی هست. درس اول، که هر کار نیک انسان باید با اسم الله سبحانه و تعالی آغاز بکنه. وقتی که کار نیک و کار خیر با اسم الله سبحانه و تعالی آغاز میشه، در او کار برکت هست و در او کار خیر هسته. دوم، الله سبحانه و تعالی دو گروه مردم در کل به دو کتگوری تقسیمشان میکنه. یک گروه به حزب الله لقب میده و یک گروه به حزب شیطان. و این در سوره مجادله هسته، چون بحثا به شکل مختصر هسته، از دوستا خواهش میکنم که در سوره مجادله مراجعه بکنن. در اوجه صفات کسایی که در حزب الله هستند، این صفات چی هست و این را کوشش بکنیم که در زندگی خود و در شخصیت خود این را زنده بسازیم و این
نجات ما در حقیقت هست. کسایی که در عزب الله هستن اینا کامیابا هستن و کسایی که در عزب شیطان هستن اینا در گمراهی و در خسران هستن، هم در دنیا و هم در آخرت. درس چهارم که زبان خود انسان همیشه با اسم الله باید تر نگاه بکنه، و درس پنجم کوشش شوه که الله سبحانه و تعالی را آنچنانی که خود معرفی کرده در قرآن عظیمشان شناخت پیدا بکنیم نسبت به الله سبحانه و تعالی، و توسط این نام ها و توسط این صفات از الله سبحانه و تعالی آجات خود و نیازهای خود طلب بکنیم. انشاءالله در پروگرام بعدی راجع به الرحمن صحبت میکنیم. تا دیدار بعد و پروگرام بعد شما دوستان و عزیزان رو به الله سبحانه و تعالی میسپارم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.